فراموش نکن برای چی روی زمینی. چون کاملا انسان نیستم. میدونی عشق یعنی چی؟ عشق منطق نداره. این تنها چیزیه که از آدم موندن برام مونده. عقرب عاشق، بازی محمدرضا فروتن در سریال عقرب عاشق به کارگردانی حسین سوئیزاده به پایان رسید. آرمان درویش، ساقی حاجی پور، شقایق فراهانی، سیاوش خیراوی و متین ستوده از بازیگرای این سریال هستند. این سریال به کارگردانی حسین سوئیزاده و تهیه کنندگی رضا محقق ساخته شده و ترکیب بازیگراش دخترکشه. ولی به مزاج من خیلی خوش نمیاد. شاید دارم زود قضاوت میکنم. باید ببینم چی از آب در میاد. چون به هر حال هنوز روان شبکه‌های اینترنتی نشده و کسی چیزی زیادی ازش نمیدونه جز اینایی که من دارم بازگو میکنم. و البته هنوز فیلم برداریش تو تهران به پایان نرسیده و یه خورده کارهایی داره. خلاصه داستانش خیلی مختصر و مفیده و قرار ما رو تو کف خودش بذاره. بهداد میمیرد. او را در سردخانه میگذارند. همه چیز برای او و اطرافیانش تمام میشود. مدتی بعد او سر و حال زنده در خیابانهای تهران به دنبال خون میگردد. خونی برای عقرب. راستی تا یادم نرفته اینم بگم که چاوشی خواننده تیتراژ این سریاله که خودش میتونه به جذابیت این سریال کمک کنه و حال هوای خاصی به سریال بده. هزار سال دیگه‌ام قمت تموم. جای کار به گمونم تخیلی میزنه و داستان قرار نیست مثل همیشه باشه. خوبی یا بدش رو نمیدونم، ولی یه چیزی رو خوب میدونم، اونم اینه که دوست دارم کارگردان ریسک کنن و نویسنده‌ها یکم پا رو فراتر از سینما و سریال‌های همیشگی بزنن و ذهن مخاطبشون رو به چالش بکشن. اینم بگم که خیلی سخته با داستان‌های تخیلی بیای به جنگ سریال‌های تخیلی هالیوودی و انتظار داشته باشی پا به پای اونا پیش برن، اونم تو ژانری که ما خیلی مبتدی هستیم و تازه اول راه. ولی امیدوارم خوب پیش بره و انتظار مخاطب باهوش ایرانی رو برآورده کنه. فیلم نام این سریال به طور مشترک توسط حامد افضلی و همینه محمودی یکتا به نگارش در اومده و در آخر بگم که یه اقتباسی از رمان عقرب و پروانه شده که حالا چقدر به این رمان نزدیکه یا دوره بعد از پخشش معلوم میشه. ممنون تا اینجای کار با من بودید. جا دار اینجا بگم که اگه اهل فیلم و سریال هستید سابسکرایب یادتون نرو، اون زنگوله کنارش هم بزنید و با کامنتاتون به پیشبرد چنل خودتون کمک کنید. تا بعد، خدا یارو نگهدارتون.